هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از ضربه هایی که همینطوری از چپ و راست داره نثار سر و عمامه آخوندا میشه. از همه محکمترم مشتی بود که هفته گذشته از قلب پاریس روونه شد به سمت فک عظما. فرانسه بار دیگر به منافقین مجوز داد علیه ایران نشست برگزار کنه. منافقین با دعوت از برخی مهرهای سیاسی از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی نشستی برگزار کرد. یعنی درست تو شرایطی که عظما میخواست یه صندلی راحت برای خودش تو اروپا دست و پا کنه، یکی اومد اون صندلی رو کشید و رپتو. قبل از اونم یه مشت اساسی از سمت واشنگتن اومده بود که بعد جوری دکور صورت سید علی وافور رو به هم ریخت. بازی آمریکایی‌ها با استوانه‌های فلزی. سفیر آمریکا در سازمان ملل با نشان دادن استوانه چدنی پشت سر خود مدعی شد موشک شلیک شده ارتش یمن به ریاض ساخت ایران بوده است. آخوندها فکر کردن که یه موشکی پروندن سمت عربستان و دیگه تمام. خبر نداشتن که دوران عوض شده و این بار بد جوری خرکششون میکنه. این تیویریش که الان صحبت از ادعا و قطعه چدنی و این حرفا میکنه، یادش رفته که چند وقت پیش خودشون همه چیز رو لو دادن و گفتن اصلا موشک بدون بال قیام رو برای مقابله با آمریکا درست کردن. در 29 مرداد 1389 از موشکی رونمایی شد که محصول تجربه 25 سالی صنایع موشکی و خلاقیت و نوآوری ایرانی بود. ایده اولیه تولید این موشک با برد 800 کیلومتر و با هدف تحقیق متقابل پایگاه‌های آمریکایی در منطقه خاورمیانه مدیون تفکرات سردار حسن تهرانی مقدم است. این موشک بدون بالک ششتونی قیام نام دارد. بوفالوی ولایت هم که بوی سرنگونی اساسی پیچیده تو دماغش، پیله کرده به جماعت شیخ فری تا یه وقت تو این اوضاع و احوال باقی جام زهرها رو روونه حلقوم ولایت نکنن. در فکر اینن که با دشمن بسازن، اسمشو بزنن تعامل با دنیا. دنیا اینان؟ یه قسمت شرق دنیا نیست، یه قسمت شمال دنیا نیست، فقط دنیا همینا هستن. اونایی که میخوان ما رو براندازی کنن، اونایی که میخوان ما رو نابود کنن. خلاصه این که اوضاع قبر در عقربه و دور دور جفتک پرونی آخونداست. از اون طرف احمدی نژاد یه اولتیماتوم به مصادق لاریجانی داد و بعد از 48 ساعت توی ویدیو سر دسته دزدای قضاییه رو شست و پر کرد رو بند. قاضی القضات ما بزرگترین گناهان، یعنی حد که آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک رو به طور مرتب و علنی مرتکب میشه. درباره قاضی القضات پیشنهاد اول اینه که از مسئولیت خودشون استفا کنن. جنتی لعنتی هم که دید قضیه خیلی داره بیخ پیدا میکنه، تعارفات رو کنار گذاشت و اینجوری رفت پشت لاریجانی. با نام اونم اسم اشخاص رو بردن و حد حیثیت کردن، تهمت بهشون زدن، آبروشون رو بردن، قوه قضاییه رو زیر سوال بردن. خب اگر قوه قضاییه زیر سوال رفت، مردم ناامید میشن وقتی تظلماتشون به کجا راجع میکنن. از اون طرف پاسدار قاسمی هم زد به سیم آخر رو تهدیدش کرد که اگه ساکت نشی آسفالتت میکنم. آقای احمدی نژاد، تمام کارهای خوبت سندیه میمونه، اما اگر جریانی خبیث تو رو داره هول میده به سمتی که توی یه چنین شرایطی بخوای در مقابل نظام بایستی، حرفهای دو پهلو بزنی، ما محمود جان اینها رو سفید کردیم در شرایطی که در منزلمان دو قاب عکس بیشتر نبود، یکی امام یکی منتظری،
پدر شهید حضرت آیت الله و قرار بود پرچم رو بعد از او به دست این بدیم. در داستان منافقین که دیگه هی این منتظری در مقاطع مختلف هی با امام کل تا یه جا که قصه 598 اتفاق افتاد و بر به ما زدند، قرار بود نائب بر حق امام بشه که اونجور شد که امام آسفالتش کرد ولو پدر شهید بود. عبرت تاریخه. همه اینها نشون میده که نظام تو وضعیت قرمز قرار گرفته. صدای آژیر خطر رو حتی از استفل مجلس هم میشه شنید. من از حضرت آیت الله یزدی، از آیه مؤمن، از آیه جنتی، از حقوق دانا خواهش میکنم تو رو به روح امام، به فکر این مملکت باشی. این مملکت از دست میده، این مردم از ما ناراضی هست، نهادهای مملکت رو در راستای خدمت به مردم نمیدونن. ای خدا شاهد باش درد این مردم اینا نیست. و سلام علیکم. طبق معمول از ترس این اوضاع انفجاری دست به دامن یه مش بسیجی ساندیسی شدن تا با راه اندازی گشت سپاه از شیشه ترک خورده عمر عظما حفاظت کنند. طرح بزرگ حماسه خدمت و امنیت در شیراز آغاز شد. ماموریت ما پیشگیری از سرقت و ایجاد امنیت برای همشهریای عزیزمون است. طرحی که در آن گشت‌های بسیج به صورت گروه‌های 3 تا 5 نفره محله ها رو کنترل می‌کنه. به صورت محل محور است. در محلا خونه ها به اصطلاح کوچه ها، گشت های محل محور که جایگزین ایست و بازرسی ها میشه و بسیجیان به صورت پیاده و سواره انجام وظیفه میکنن. تو فضای مجازی هم یک گوریلی مثل این پیدا شد که برای دل دادن به بسیجی های ریزشی و به خیال خودشون ترسوندن مردم، صاف صاف تو دوربین نگاه کرد و تهدید به اسید پاشی کرد. که میای بیرون مراقب باش، چپ و راستتو نگاه کن. یه وقتی دیدی یکی با یه 4 لیتری یا 1.5 لیتری اومد سمتت، یه چیزی پاشید تو صورتت. بعد که باشه تو صورتت، دماغ اینقدید میشه اینقد. خیلی حواست بشه، خودت فهمیدی. اما چند روز بعد همین گوریل ریشو وقتی دید قضیه جدیه و ملت اسم و مشخصاتش رو درآوردن و همین روز است که حسابش رو برسن، به ناگهان به شکرخوری افتاد و اومد جلوی دوربین گفت غلط کردم. بنده محسن صفایی خاک پای همه مردم ایران، چه مسلمان، چه زرتشتی، چه مسیحی هستم. خاک پای همه خواهرانم هستم. توی اجتماع زندگی میکنیم، چه خواهر بدحجاب، چه خواهر محجبه. خاک پای رهبرم آسد علی هستم. فدایی قرآن و فدایی اهل بیت هستم. بله، وقتی موتور ملت راه بیفته، همه این نونخورای ولایت رو له و لورده میکنن. حالا از همه مشنگتر این پاسدار عباسیه که میخواد با این بسیجی های بزدل و ترسو بره بسیج دانشجوی واشنگتن رو هم راه بندازه. هر کنی که پر داریم خوری از قرآن، که انشالله به حول قوه الهی کاخ سفید تبدیل بشود انشالله به حسینیه، من حتما قول میدم به دوستان بسیجی و دانشجویان انقلابی من در دانشگاه رازی که یه طبقهش رو به بسیج دانشجویه. این شما و این هم صحنه ای از عملیات تشکیل بسیج دانشجویی در واشنگتن. یکی از سوژه های داغ هفته گذشته داستان لایحه بودجه دولت
و گرون شدن بنزین بود که هر کس از راه رسید یه طرزی براش درست کرد. یه سناریویی وجود داره واسه افزایش قیمت سوخت تا تلفات جاده‌ای کمتر بشه. یعنی گفتن اگر قیمت سوخت بره بالا، مردم دیگه هی نمیتونن با ماشین شخصی برن مسافرت تو جاده ها تصادف کنن بمیرن. خیلی هم راه خوبیه. یعنی ما بعد از این متوجه شدیم که جوک ها از آنچه در آینه میبینیم به مسئولین ما نزدیکترن. خیلی هم خوبه، اصلا کلا این کارو باید انجام بدن. یعنی قیمت سوخت بره بالا، اصلا چرا بره بالا، کلا سوخت تولید نکنن ولی ماشین بسازن به مردم بفروشن پراید و 20 میلیون و اینا، ولی خب سوخت تولید نکنن. یا اصلا کلا جاده نباشه، چه خبر مردم هی میرن این ور اونور. آقا هر جا هستی وایسا بشین، همونجا که هستی بشین، جاده رو کلا جمع کنن. چی کاری آدمی بری تو جاده؟ بله دیگه، چهار دست و پا افتادن روی خزانه ملت و دلوپی در حال خوردنن. این کوچولو هم به ابتکار خودش اینجوری شیخ فری رو سکه یه پول کرد. بعد همه خیابونا پیاله ها رو آسفالت میکنم، اصلا سرامیک میکنم، به استوبناها میسمارم، هر چیز زیر دستشون اومد سرامیک کنن، پایه برق، در، دیوار، همه چی، که همه پول هاش رو وام بدن بدون زامن، اسم قسطشن نیاره. حالا هیچی، هفته هم پنج تا که ملس از دست باد که سرگوشگاهتون. مردم، این پول مال شماه، حق شماه. اینقدر یارانه میدم که بگی غلامی دیگه یارانه نده که پوکیدیم. کاری که شیخ فری و دولتش برای بهبود وضعیت مردم کردن یه چیزی تو این مایه هاست. تکه انداختن به دولت شیخ فری تا تیویریش هم پیش رفته و اینجوری خودشون به ریش خودشون میخندن. صحبت پول کردیم و در روزنامه ها خواندیم که تعدیل نرخ دلار، یه چیزای راجع به بنزین گفتن، راجع به عوارض خروج هم که گفتیم و شنیدیم. جان من 30 ثانیه چیزی رو گرون نکنید، ما یه وله پخش کنیم برگردیم میخوایم کتاب بخونیم. حالا نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به یکی دیگه از چشمه‌های اقتصاد مقاومتی، این شما و این واردات کله پاچه، اونم به صورت قاچاق. کله پاچه رو به اونجا میان تفکیک میکنن، زبونش رو جدا میکنن، پاچه‌شو زبونش رو جدا میکنن، به این شکل وارد کردن. مدتی حدوداً شاید یک ماه بیشتر وارد کردن، کله پاچه‌ش هم وارد کردن، جدیداً کله پاچه‌ش هم وارد کردن به شکل قاچاق، نه به شکل قانونی که از نظر توافق به حساب شبکه دامپزشکی و مسئولین باشه. از یه طرف کله پاچه وارد میکنن، از طرف دیگه پول و سلاح و امکانات صادر میکنن به فلسطین و لبنان و غیره. بعدم پر رو پوزش رو میدن. جمهوری اسلامی اگر نیروی دارد و انرژی دارد برای ملت فلسطین، او رو خرج خواهد کرد. ابایی هم نداریم که بگیم ما از نیروی مقاومت فلسطین حمایت میکنیم، هم حمایت مالی میکنیم، هم حمایت سیاسی میکنیم و هم حمایت نظامی میکنیم. این حاجی عبدالمشنگ هم کفگیرش به ته دیک خورده، زده تو کار جعل حدیث. یکی از دلایل عدم بارش تو برای استفاده من ها، نه که کلا نفی بارش، برای استفاده یکیش گناهه. گناه هم همیشه گناهایی که ما فکر میکنیم ظاهرا گناهه، گناه نیست. یعنی خیلی وقتا ما فکر میکنیم بی‌بندوباری و بی‌حجابی باعث میشه که بارون نیاد، حالا اون گناهی که میگیم مثلا دیچاره بود. خیلی وقتا هست نه، گناهان دیگه، مثلا ما در روایت کلا سر هم دیگه میذاریم گناه دیگه. مثلا پیغمبر اکرم فرمود یکی از دلایلی که ابا ابر میشه، روایت داریم ابرا به شما میخندن میرن جای دیگه، بارونی که بعد به شما میبارید به جای دیگه بار میشه. این یکی هم هر چی گشته حدیث جدید پیدا نکرده، برای بازارگرمی به جادوگری متوسل شده.
این جوجه طلبه هم دیده نه جعل حدیث بلده نه جادوگری، واسه همین هم رفته سراغ مدر نمایی و انگلیسی بلغور کردن. اینجور نیست که من اگر گذشته شکست خوردم آیندم باید شکست بخورم. یه اصطلاح یه ضرب المثل خارجی ها دارن، خب من میدونی یه چند وقتم ایران نبودم. بله. یعنی the past is not equal the future. The past is history. The history is mystery. میگن آینده شما میتونه هیچ ربطی به گذشته نداشته باشه. میتونه یه تاریخ و خاطره باشه. یه تاریخ و خاطره باشه. تو میتونی یه آینده متفاوت با گذشته داشته باشه. آخوندتانگی هم یه مدت بود خفقون گرفته بود، اما ظاهرا دلش طاقت نیاورده و با مزخرفهای جدید به صحنه اومده. مادر بزرگامونو ما صحنه یادمونه. مادر بزرگامون آشپزیشو که میکرد، رفتروشو که میکرد، شستشوشو که میکرد، میامد بشینه یک بافتنی دستش بود یا یک خیاطی دستش بود. الان متاسفانه بعضی ها تو خانه کار نمی کنن. خانما خانمی بانوی شایسته خانه هستید، ولی کار کنیم، یه کاری متناسب با خانم تو خونه داشته باشه. در آخر با هم اجرای جالبی از دو هنرمند هموطن رو میبینیم که آهنگ کریسمس رو به شیوهی کاملا ایرانی مینوازن.